برای 5 سال آینده رئیس جمهور خود را تعیین کنند قابل مبارک باد است. از دید تیم دولتساز انتخابات فعلی خوب بود، اگرچه در هیچ مورد بالاتر از توقع ما نبود، نه حالتی بود که ما توقع داشتیم. برای شما معلوم است که برای انتخابات خوب یا برای تعیین سطح انتخابات خوب 6 جانب دخیل می باشد. بله. جانب اولش کمیسیون می باشد. بعقیده ما کار کرده کمیسیون از لحاظ برنامه سازی و تطبیق برنامه هایشان بهتر از کمیسیون های قبلی بود. بسیار خوب. دومش دولت می باشه که دولت زمینه سازی می کنه، اراده سیاسی داشته باشه که داشت، زمینه سازی خوب کرد و اراده سیاسی قاطع داشت. شما دیدین که صلح مبهم نتانست اراده دولت در مورد دایر کردن انتخابات ضعیف بسازه. سومش هم کارکرد نهادهای امنیتی، چرا کشور ما در حالت جنگ است و دشمن هم میخواست که انتخابات تخریب کنه، جلوگیری شد و اعلامیه های شدید ما. بله. اما کارکرد نهادهای امنیتی و دفاعی ما همچنان به مراتب بهتر از دفعات قبل بود. چهارمش هم مردم است. مردم ما یک بار دیگه ثابت ساختند که به جمهوریت و به مردم سالاری معتقد هستند و دوست دارند که نظام خود تداوم بده در چارچوب قانون اساسی. پنجمش هم جامعه بین المللی است که کارکرد جامعه بین المللی هم قابل قدر است، مداخله نداشتند، حمایت کردند، اگرچه حمایت مالیشان کم بود که خوب است و ما شکایتی نداریم. ششمش هم کاندیدا بودند. از کاندیدا هم ما ممنون هستیم تا به حال از کارکردشان. امید است که در همه کاندیدا همین فرهنگ قبول کردن نتایج نهادی نشوه تا ما بتانیم به زودی دور دیگه ریاست جمهوری را شاهد باشیم، آغاز دور جدید ریاست جمهوری را شاهد باشیم و شاهد باشیم آغاز یک پروسه جدید. بسیار. و مؤثر صلح. این فرهنگ نزد شما نهادینه هست؟ طبیعتا. یعنی اگر بفهمین که شما بازنده میدان هستین از صحنه کنار میرین؟ حتما. چون مردم افغانستان بلی. ترس دارن از یک بله بحران احتمالی دیگر. بله. و چندین نامزد هشدار دادن آقای داودزی. بله. چند ساعت مشخصا یا 1 ساعت بعد از پایان روند رایدهی بله که نتیجه پذیرفتنی نخواهد بود؟ چند ساعت بعد از انتخابات نه، که چند هفته قبل از انتخابات هم حرف می زدن که تقلب سازمان یافته است و کمیسیون چی میکنه و چنان میکنه و ما نتایج نمیپذیریم و حتی گفتن که ما پس با کوهاب بله میریم. بله. یعنی چند ساعت بعد نبود، هفته ها قبل از این بود. به این خاطر من میگم که متاسفانه می فرهنگ پذیرفتن نتایج در کشور ما در می دوری که ما داریم در می 18 سال یا 17 سال در چارچوب قانون اساسی این نهادینه نشده و خدا کنه که این دفعه امی انتخابات آغاز یک فرهنگ خوب باشه، آغاز یک روند خوب باشه در راستای نهادینه ساختن فرهنگ قبول کردن نتایج که توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلان میشه. بسیار خوب. آقای داودزی رئیس جمهور، اشرف غنی در عین حال که نامزد است رئیس جمهور بر حال افغانستان هم هست، آیا ترس نزد شما نیست که رقیبای شما به قول خود شما چند هفته پیش هشدار از برداشتن تفنگ و استادگی مسلحانه و رفتن به کوه داده شده؟ ترسی نداریم، نگرانی نداریم در مورد. درست است که کاندید ما دکتر صاحب اشرف غنی در عین وقتی کاندیدای ریاست جمهوری بودن رئیس جمهور هم بودن، وظیفه شان بود و مسئولیت همه ما بود که در انتخابات پیروز شان که انشالله پیروز میشن، ولی در عین زمان هرگز فراموش نکردن که پیروزی دموکراسی، پیروزی جمهوریت هم وظیفه شان است. که در این راستا اراده درست داشتن زمانی که جامعه بین المللی کمی سهلنگاری کردن در پرداخت بودجه انتخابات، که پرداخت کردن 90 میلیون دلار به خاطر که پروسه جمهوریت باید متضرر نشه.
به تابع تحولات دیگه نباشه. در اون صورت نهادی نمیشه. اگر هر 5 سال بعد ما انتخابات داشته باشیم و آهسته آهسته دموکراسی و مردم سالاری نهادی نمیشه. ولی یک روز خدا کنه بیای که هر 5 سالی که انتخابات میه مردم نگران نباشند که عالی چی میشه. درست. مردم به خوشی به طرف انتخابات برند. دموکراسی زمانگیر است و نهادی نشدن فرهنگ مردم سالاری زمانگیر هست، ولی هم ملت ارادیش داره و هم تیم ما ارادیش داره. درست. هرچند کمیسیون تا فعلا آمار دقیقی از میزان شرکت مردم در انتخابات اعلام نکرده. ما چند دقیقه پیش نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدم، اونا گفتن که به زودی شاید اعلان بکنن چون نتایج از مناطق دوردست افغانستان نرسیده. حضور مردم کمرنگ دانسته شد امروز در پای صندوق های رای دهی. آمارهای نخستین و غیر رسمی میرسانه که شاید کمتر از 2 میلیون رای دهنده امروز رای داده باشند. شما تخمینی پیش خود دارین؟ آیا شما میگین که نه کمرنگ نبوده، پررنگ بوده و دلیل شما چی است؟ خب پررنگ تر از انتخابات های دیگه نبوده. ولی بقیدی ما زیاد کمرنگ هم نبوده از انتخابات های دیگه. ولی باید پیش قضاوت نکنیم، انتظار بکشیم، منتظر باشیم. به زودی انشاءالله ارقام ابتدایی میبره. پیشبینی یونامه 3 میلیون بوده. حالا پیشبینی کمیسیون نمیفهمم. ما شخصا من از مسئول یک ستاد که پیش خود یک محاسبه دارم که وظیفه من یک محاسبه باید از قبل می داشتم و داشته باشم. ما مو تخمین و نامه را نزدیک به حقیقت می دانم. یعنی 3 میلیون؟ حدود 3 میلیون. یکی از نگرانی های کلان دیگر تقلب در انتخابات است. آیا شما هم در صف نامزدهایی هستین که شاکی هستند از تقلب، نارسایی هایی که امروز انجام شد و یک تقلب سازمان یافته که بیشتر شما متهم هستین به انجام این تقلب؟ دو تا تیم حکومتی که شما و تیم آقای عبدالله است، یا جدا صف شما از این شما رو نامزدها؟ خب ما امروز شاهد نارسایی تکنیکی بودیم که بازم در حالتی که ما قرار داریم و با در نظر داشت از اینکه کمیسیون موجوده زیاد فرصت نداشتن برای آمادگی و برای تحریزی، با در نظر داشت از او نارسایی هم او قدر زیاد نبود. نارسایی تکنیکی که بعد از ساعت 11 آهسته آهسته او هم حل شد و هیچ نوع شواهدی ما در مورد تقلب ندیدیم و نشنیدیم از ناظرین ما، که ما بیشترین ناظرین داشتیم. ما فکر کنم 18,000. نه خیر، زیاد بود. 29,000 که ناظرین تیکت ما بود و به 10,000 ناظر ما از هوادارای ما داشتیم. درست. شاید تعداد ناظرین ما نزدیک به 100,000 بوده باشه که در هر محل ما ناظر داشتیم و از هیچ جای ما گزارش اقدام به تقلب ندیدیم، نه از کمیسیون، نه از کدام کاری. به نفع هیچ نامزدی؟ به نفع هیچ نامزدی. پس شما هیچ دعوای تقلب در انتخابات شش میزان ندارین و شکایتی هم به احتمال زیاد که از آدرس شما در کمیسیون درج نخواهد شد؟ او ممکن هست که درج شود. با نظر داشته همو پیش نظریاتی که بعضی از کاندیدا داشتن از قبل که اشتباه داشتن، که به اشتباه فکر میکنن که تیم دولت ساز شاید طرح داشته باشه برای تقلب، که هیچ گونه نبوده. من مسئول کمپاین تیم دولت ساز بودم و هستم تا به حال. اگر هر زمانی کسی ثابت کرد به اندازه یک نوک سوزن، ما توانش میتم. هیچ نوع اراده در تیم دولت ساز نبوده و اون بمو بنا بوده که رئیس ما، رئیس تکت و معاونینش، اینا به می نظر بودن که مسئولیت ما ایست که دموکراسی را پیروز بسازیم و ضرورت ما ایست که ببریم انتخابات. این دو تا را ما باید همزمان پیش ببریم. حالا اگر ما اراده تقلب داشته باشیم، خود دموکراسی را ناکام ساختیم، که او را ما نمی خواهیم. ما هر دو را همزمان پیش می بریم. درست. پیروزی دموکراسی و پیروزی تکت. درست. رئیس جمهور اشرف غنی امروز پس از ریختن رایش به صندوق از جامعه جهانی مشخصا خواست که تمامی مرحله های انتخابات افغانستان از زیر نظر داشته باشند. بله. و ذره‌بینی نظارت بکنند. بله. آیا دعوت به یک پادرمیانی است یا تنها نظارت؟ نه خیر، تنها نظارت. این معمول جهان است که در هر کشوری که انتخابات میشه ناظرین بین‌المللی میان،
حتی در هر سایت و هر مرکز می باشند. متاسفانه که وضعیت امنیتی کشور ما به شکل نیست که ما ناظرین دعوتی از کشور جامعه اروپا و از دیگر مراجع دعوت میکردیم تا اشتراک می داشتند. خب حالا نهادهای دیگیشان در اینجا حضور داره و نهادهای افغانی ما هستند که کتی نهادهای بین‌المللی همکاری دارند. منظور رئیس جمهور از اونمون نهادها بود که شفافیت انتخابات تضمین میکنه تا مفرهنگ نتیجه پذیری نهادی نشه. بسیار خوب آقای داودزی، ما گرچه پاسخ سوال ما گرفتیم از مصاحبه چند روز پیش رئیس جمهور با یکی از رسانه ها که حکومت ائتلافی یا به شکل ریاست اجرایی امروزی وحدت ملی اینا پذیرفتنی نخواهد بود، ولی یک نگرانی بین مردم هنوز هم هست. دو تا سه تا سناریو پیش بینی شده در صورت بحرانی شدن نتیجه انتخابات: حکومت موقت، حکومت وحدت ملی نسخه دوم، یا هم یک حکومت ائتلافی. و اینا شما پیش بین هستین؟ چون این گزینه ها را اصلا در ذهن شما میگرده که روبرو شوین؟ خب حکومت موقت و ایگپا اگر ما میپذیرفتیم، رئیس جمهور میپذیرفت که قبل از انتخابات میپذیرفت، زیاد فشارا بود در این مورد از داخل و از خارج، ولی بقیده ما در این وقت و زمان اداره موقت داشتن و بهتر از اداره موقت نخواد باشه که در پشاور ساخته شده بود و در اسلام آباد دوباره تایید شده بود و کشور ما بسیار قیمت گزاف پرداخت بود. به او خاطر تیم ما هرگز در فکر قبول کردن اداره موقت نبود و نمی باشه و نه ضرورت شه می بینیم. ما در چارچوب قانون اساسی هستیم، می خواهیم تداوم نظام ما در چارچوب قانون اساسی حفظ شود. حال ما حکومت وحدت ملی یک نام مقدس است، وحدت ملی و حکومت وحدت ملی هم یک نام مقدس است، یک نام خوب است، ولی متاسفانه یک تجربه بسیار ناکام داشتیم در پنج سال گذشته. حال تجربه ناکام تکرار کردن او ظلم است. به خاطر تیم دولت ساز دو فکر نیست، نه در فکر موقت است، نه در فکر حکومت وحدت ملی است و پذیرفتنی هم نیست. اما با مشارکت عقیده جدی داریم. مشارکت، همه شمولیت در چارچوب تیم شما، در چارچوب تیم، در چارچوب قانون اساسی، تحت رهبری تیم ما. بسیار فشرده اگر بگوین آقای داودزی، بزرگترین رقیب شما، شریک حکومت وحدت ملی، آقای عبدالله گفته که دولت ساز بازنده میدان انتخابات است. باور شما چی است؟ حالا اگر پیش بینیش سخت است چی است باورش؟ خب با همه احترامی که به دکتر سید عبدالله دارم، ما نشنیدیم که تو گفته باشند به زبان خود، اما بعضی حرفا کمپاینی می باشه، دوران های کمپاین کاندیدا کمپاین بود، هر چیزی میگن، ولی با محاسبه که ما داریم تیم دولت ساز پیروز است. ممنون از حضور شما در برنامه آقای داودزی. تشکر، سپاسگزارم. سلامت.